سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. بینندگان، امروز خیلی مایلم که درباره چند مطلب با شما صحبت بکنم. خب طبیعتا نتایج انتخابات ایران برای من بسیار اهمیت داره که در این باره صحبتی بشه. مطلب دیگری که مطرح است و بسیار اهمیت داره آتش‌بس سوریه است. و مطلب سوم، همکنون دولت عراق و ارتش عراق میخواد به موصل، بزرگترین دومین و بزرگترین شهر این کشور، حمله بکنه و داعش و حکومت اسلامی رو از این شهر برونه. امیدوارم وقت به من یاری بده که بتونم درباره همه این سه مطلب صحبت بکنم. بینندگان، در انتخابی که روز جمعه گذشته انجام شد، به نظر من مردم ایران با آگاهی سیاسی بسیار بالا و شعور سیاسی عظیمی در این انتخابات شرکت کردند و در جامعه ایران باید منتظر تحولی باشیم در عواقب یک چنین انتخاباتی. من چندین بار اگه یادتون باشه در هفته‌های گذشته از روزنامه بسیار معتبر آلمانی به نام دی سایت نقل قول کردم درباره مردم ایران. دی سایت یکی از معتبرترین روزنامه‌های آلمانه. دی سایت در چند هفته پیش در مقاله‌ای که در رابطه با ایران و انتخابات ایران نوشت، چنین می‌نویسه که جوانان ایران، دختران و پسرانی که 70% اونها جوانان هستند، یعنی 70% مردم ایران جوان هستند، اونها از آگاهی سیاسی بالایی برخوردار هستند و می‌دونن در انتخابات چه انتخابی را انجام بدن. اینا یک روزنامه بسیار معتبر آلمانی می‌نویسه و باید اذعان بکنیم که گاهی وقت روزنامه نگاران خارجی دقیق‌تر از ما ایرانی‌ها مشاهده‌گر شرایط عینی جامعه ایرانن. بینندگان عزیز، اکنون نتایج انتخابات اعلام شده. به نظر من رفراندوم عظیمی بر علیه نظام ولایت فقیه انجام شد. بینندگان، من شعار نمیدم موقعی که از رفراندوم بر علیه نظام ولایت فقیه صحبت میکنم، باید تأکید بکنم که اصل نظام، یعنی در واقع در قانون اساسی، مرکزیت به ولایت فقیه داده شده و این ولایت فقیه که میتونه مانند چتری این نظام جمهوری اسلامی رو حفاظت بکنه و نگهداری بکنه. پس اصل قانون اساسی، یعنی اصل ولایت فقیه، اصل اساسی این قانونه و زمانی که مردم به ولایت فقیه نمیگن و اونو طرد میکنن، این در واقع نگفتن به تمام نظام جمهوری اسلامی است. اگه بیاد داشته باشین، چند هفته پیش آقای خامنه ای در صحبتهای خودش در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی چنین مطرح میکرد. من چندین بار صحبت کردم و امروز دوباره تاکید میکنم، شاید خود خامنه ای متوجه نبود که چی داره میگه. یعنی در واقع تأییدی بر این صحبت های آقای خامنه ای که نظام در حال فروپاشی است. خامنه ای در صحبتاش چنین مطرح میکنه که نفوذیان میخوان مانند موریانه ستونهای اصلی نظام رو بجوند. توجه بکنید، شخصی که خودش رهبر جمهوری اسلامی میدونه، خودش متوجه نیست چی داره میگه. نفوذی ها کیان؟ خودی ها هستن، جنای دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی است که چنین نقشی را بازی کرده و در اختلاف شدید و شکاف خصمانه‌ای که بین دو جناح وجود داره، یک چنین پدیده‌ای به وجود میاد و مردم چنین انتخابی را انجام میدن برای زدن اصل قانون اساسی، یعنی ولایت فقیه، یعنی اصل و ستون اساسی نظام جمهوری اسلامی. این یک مطلب بی اهمیتی نیست بینندگان، اون چیزی که من امروز مطرح میکنم. این برای آقای خامنه ای و رژیم کودتای سپاه پاسداران وحشت عظیمی به وجود آورده. رژیم آقای خامنه ای و حکومت و سپاه پاسداران بیش از 20 ساله که میخوان در واقع کشور رو یک دست بکنن و حکومتی مانند حکومت کره شمالی با بزک مردم سالاری در ایران به وجود بیارن.
به دستور شخص خامنه‌ای منصوبان او یعنی کسانی مانند احمد جنتی در شورای نگهبان 90% کاندیدهای مجلس خبرگان و 60% کاندیدهای مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کردن. بینندگان عزیز، یک کودتایی بود که قبل از انتخابات انجام شد و این به خاطر حفظ نظام، یعنی ستون اصلی نظام ولایت فقیه بود. بینندگان عزیز، من همیشه به این مطلب اشاره میکنم و تأکید میکنم، کسانی که متوجه نیستن، کسانی که دقت نمیکنن که اصل نظام و ستون اساسی این نظام ولایت فقیه و شخص رهبر و مردم به شخص رهبر در روز انتخابات نه گفتن. خامنه‌ای از یک طرف مجبوره انتخابات انجام بده، نمایش انتخابات انجام بده، از طرف دیگه از مصمم بودن مردم بر علیه خودش یعنی ولایت فقیه وحشت عظیمی داشت و اکنون هم وحشت داره. همونطوری گفتم، او به مردم میگفت که نفوذی‌ها رو انتخاب نکنن. منظور او از نفوذی‌ها جناح اصلاح طلب حکومت اسلامی است. بینندگان، افرادی مانند روحانی، هاشمی رفسنجانی و خاتمی است. اینجا هیچ گونه من دفاعی از در واقع اصلاح طلبان نمی کنم موقعی که از انتخابات صحبت می کنم، یعنی ضربه زدن به ستون اصلی این نظام بوده که مردم چنین انتخابی را انجام دادن. ببینین، با اینکه عده زیادی رد صلاحیت شدن، خامنه ای از عده کمی که صلاحیت اونها تایید شد وحشت داشت، ولی در این انتخابات مردم بد را به برتر ترجیح دادن و بد را انتخاب کردند، نه به خاطری که حافظ بد باشند، به خاطری که با فشاری که در داخل جامعه ایران وجود داره، با اختلاف عظیم و خصمانه‌ای که در داخل هیئت حاکمه در ایران وجود داره، بتونن محیط رو بازتر و بازتر بکنن و به مبارزه خودشون به سوی دموکراسی و مردم سالاری قدم به قدم ادامه بدن. به خاطر این مردم به پای صندوق‌های رأی رفتن. بینندگان عزیز، مردم آگاهانه به جناحی رأی میدن که باعث ضربه به ستون اصلی نظام باشه تا بتونه فضای نیمه باز سیاسی که به وجود آمده این فضا حفظ بشه و اجازه ندن که ایران تبدیلی به کره شمالی با بزک مردم سالاری بشه. بینندگان عزیز، این اون خواستیش که مردم در این انتخابات داشتن و این انتخابات باعث ریزش نظام و ستون اصلی این نظام خواهد شد. باید در سالهای آینده منتظر ریزش بیشتر در نظام جمهوری اسلامی باشیم. اگه دقت کرده باشین، در انتخابات گذشته و در مجلس گذشته، یعنی در مجلس نهم، اکثریت نمایندگان با اصولگرایان یعنی سینه چاکان آقای خامنه‌ای بود. فقط 30 نفر از به اصطلاح اصلاح طلبان در مجلس نهم حضور داشتند. اکنون به احتمال بسیار قوی، با وجودی که مهندسی انتخاباتی شد و کودتا قبل از انتخابات شد، در مجلس شورای اسلامی جدید به نظر من اصلاح طلبان یا اعتدالیون و کسانی که مستقیماً و افراد مستقل که مستقیما توسط مردم انتخاب شدن در اکثریت خواهند بود و این ضربه اصیل عظیمی به ریشه اصلی و ستون اصلی نظام. بینندگان، برای بیت رهبری، این جریان سیاسی و سپاه پاسداران، این فاجعه بوده انتخابی که در ایران مردم انجام دادند. و میدونیم که عده زیادی از چهره‌های معتبر اصولگرایان، ریشه داران اصولگرایان، از اصولگرایان و بیت رهبری دوری کردند. اشخاصی مانند علی رارجانی امروز از بیت رهبری دوری میکنه و در صف اصلاح طلبان قرار میگیره، برای که اون میدونه خواست مردم چیست. خواست مردم حفظ جمهوری اسلامی و نظام نیست و اونها به خاطری که در واقع از مردم استفاده بکنن و نظام رو حفظ بکنن، چنین دوری را از بیت رهبری و ستون اصلی نظام انجام دادن. مردم اینو به خوبی میدونستن و چنین انتخابی را انجام دادن. هم اکنون علی مطهری
که از افراد اصولگرا بود مدت هاست، سال هاست و حتی در مجلس نهم بر علیه خامنه‌ای، بیت رهبری و سپاه پاسداران صحبت میکرد و شدیداً مواضع بیت رهبری را میکوبید. بینندگان عزیز، بینندگان، یک پدیده جدیدی در جمهوری اسلامی به وجود آمده. در تعداد زیادی از حوزه های انتخاباتی در جنوب شهر تهران و در حاشیه شهرهای ایران که در واقع در اونجا به گفته آقای خمینی مستضعفین زندگی میکردن، اونها به بیت رهبری و اصولگرایان رأی ندادن. اکثریت مردم و ساکنین جنوب شهر تهران و مردم حاشیه ها در شهرهای بزرگ به کاندیداهای اصلاح طلبان بینندگان رأی دادن. این یک تحول دیگری است. یعنی مردم آگاهانه در واقع به نظام جمهوری اسلامی و ستون اصلی نظام جمهوری اسلامی نگفتن. یادمون نره بینندگان عزیز، خود من اغلب در اون زمان به ایران میرفتم، شعار خمینی بود که ستون اصلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مستضعفین جنوب شهر تهران و حاشیه نشین های شهرهای بزرگ ایران هستند. این آقای خمینی میگفت. امروز همین مستضعفین در گیومه، مستضعفین و حاشیه نشین ها به ستون اصلی حکومت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نهی میگن، نه میگن و اونو در واقع رد میکنن. بینندگان عزیز، این به نظر من یک تحول عظیمی است که در ایران اتفاق افتاده و ما گسترش این تحول رو به احتمال قوی در سالهای آینده مشاهده خواهیم کرد. و یک بار دیگه من تأکید میکنم، ستون اصلی ولایت فقیه و ستون اصولگرایان در حال ریزش بینندگان با این پدیده هایی که من ازش نام بردم و این همون هدفی است که مردم ایران داشتن و به پای صندوق های رأی رفتن. بینندگان، در یک فضای نیمه بازی که به وجود آمده و این فضای نیمه باز به خاطر مبارزه شدیدی که مردم انجام دادن و باعث شکاف عظیمی در هیئت حاکمه شدن، مردم خواهان اینن که این فضای نیمه باز رو به هر ترتیب که شده حفظ بکنن و اونو گسترش بدن در مسیر دموکراسی در ایران. بینندگان، توجه بکنین به این عکس یک زن جوان ایرانی، یک خانم جوان ایرانی که در پای صندوق رأی حاضر شده. این عکسی است که من از اتاق فرمان میخوام که اینو روی صفحه تلویزیون بذارین. یعنی زنی که آرایش کرده، با آرایش کامل به پای صندوق رفته، زنی که در واقع ناخونهای لاک زده خودشو به نمایش میذاره، در ملأ عام به نمایش میذاره، زنی که در واقع روسریشو به زیر انداخته و روسری داشتن و نداشتن هیچ تأثیری در آرایش موهای اون نداشته و این زن در واقع با این قیافه و این زنان با این قیافه به پای صندوق های رأی رفتن. گرچه مردم ایران هنوز با دموکراسی و آزادی فاصله زیادی دارن بینندگان، ولی سوال من در اینجاست و یک بار دیگه از کسانی که انتخابات تحریم کردن من این سوال رو میکنم، چرا زنان ایران که اکثریت مردم ایران رو تشکیل میدن، زنان جوان 23 ساله، 24 ساله، 25 ساله با این آرایش غلیظ به پای صندوق های رأی رفتن و در واقع تمام ارزش های اسلامی حکومت اسلامی و نظام اسلامی را زیر پا گذاشتن؟ بینندگان، جواب بسیار ساده است، باید توجه کرد. من در طول انتخابات و قبل از انتخابات هیچ گونه موضعی نگرفتم که باید در انتخابات شرکت کرد یا تحریم کرد. من اینو به عهده مردم ایران و جوانان و زنان ایران سپردم و این جوانان و این زنان امروز میخوان فضای نیمه بازی که در ایران به وجود آمده اونا حفظ بکنن، همون فضایی که اونها با آرایش کامل بدون روسری یا به روسری که از سرشون به زمین افتاده، به پایین افتاده، در حوزه های انتخاباتی، در حوزه های انتخاباتی جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی شرکت میکنن و این فضای نیمه باز رو میخوان به هر ترتیبی که شده حفظ بکنن. بینندگان عزیز، زنان ایران
سالها دهها سال مبارزه کردند، کشته دادند و در واقع در ایران مورد تجاوز قرار گرفتند. بعد از انتخابات 1388 دختران جوان در تظاهرات کشته دادند در خیابان‌های تهران. در زندان‌ها گروه‌ها و دشقیمان نظام به اونها تجاوز کردند، به طور گروهی باز به زنان جوان تجاوز کردند. اسناد زیادی در این مورد وجود داره بینندگان. زنان ایران مورد تحقیر و شکنجه دشقیمان جمهوری اسلامی قرار گرفتند. و امروز این زنان پیروزی نسبی به دست آوردن و نمیخوان این پیروزی نسبی را از دست بدن. بینندگان عزیز، باید به این مطلب توجه اساسی بکنیم. آنها با رأی خودشون میخوان این پیروزی نسبی و این فضای نیمه بازی را که به وجود آوردن در مبارزه بیش از 3 دهه اینا حفظ بکنن و به خاطر همین به پای انتخابات رفتن. بینندگان، قبل از اینکه به صحبتام ادامه بدم، گزارشی وجود داره، گزارشی در واقع مدت 1 دقیقه وجود داره که نشون میده که چگونه مردم ایران پایکوبی میکنن بعد از اینکه نتایج انتخابات اعلام میشه. واکنش ها به نتایج انتخابات مجلس از اعتراض تا پایکوبی. بینندگان توجه کردید؟ این فیلم از BBC است، فیلم من نیست، ولی واقعیتی در اون نهفته است و مردم پایکوبی میکنن. مردم میدونن چه انتخاب مهمی را انجام دادن و چه تحولی میتونه در جامعه ایران، میتونه البته در جامعه ایران اتفاق بیفته، مگر اینکه رژیم کودتا، بیت رهبری و نظام سپاه پاسداران، یعنی کودتاگران سپاه پاسداران، یک کودتای نظامی و خون آمیزی انجام بدن، کودتای نظامی بکنن و خونها را جاری بکنن، که در اون صورت هم من معتقدم که موفق نخواهند شد. مردم بالفعل در صحنه حضور دارن و مردم در واقع انتخاب درستی رو کردن، و اگه کودتای نظامی هم در ایران انجام بشه، این نظام سریعتر ریزش خواهد کرد و از بین خواهد رفت، ولی خطرات دیگری هم وجود داره بینندگان. میتونه تمامیت ارضی ایران نابود بشه، میتونه جنگ داخلی در بگیره، ولی در هر صورت این مردمن که در این انتخابات پیروز شدن. آیا ما اجازه داشتیم یا داریم به مردمی که در داخل نظام و در داخل ایران مبارزه میکنن دستور تحریم انتخاباتی بدیم؟ این سوالی است که من همیشه از کسانی که انتخابات تحریم کردن میکنم. مردمی که برای نتیجه انتخابات پایکوبی میکنن، آیا دستور تحریم انتخابات ما رو میپذیرفتن؟ این سوال مهمیه. آیا اونا حاضر بودن بپذیرند که ما انتخابات رو برای اونها تحریم بکنیم؟ توجه بکنید، 34 میلیون از 55 میلیون واجدین رای دهنده در انتخابات شرکت کردند. یعنی 62% مردم، 2/3 مردم در این انتخابات شرکت کردند. اونایی که تحریم می‌کردند خواهان این بودند که مردم خانه نشین بشن و به رژیم با رأی خودشون مشروعیت ندن. صحبت از این می‌کردن که نباید به رژیم نظام و نظام جمهوری اسلامی مشروعیت داد. بینندگان، یک مطلب مهمی رو این دوستان فراموش کردن. تحریم‌ها هیچ موقع نمیتونه عام باشه. یعنی نسبت به شرایط عینی جوامع مختلف میشه در واقع انتخابات تحریم کرد و یا تحریم نکرد. انتخابات هیچ موقع تحریم به معنای عام کلمه نیست. موقعی شما انتخاباتی را تحریم میکنید، باید یک پایگاه اجتماعی قوی بر سر آن اجماع داشته باشه. یعنی اکثریت مردم
و احزاب سیاسی در واقع اجماع داشته باشن و توافق داشته باشن برای این تحریم انتخابات. سوال من از کسانی که تحریم کردن اینه، آیا چنین پایگاهی در ایران وجود داشت که مردم را قانع بکنه که نباید به پای صندوق‌های رأی برن؟ من به خاطری که در واقع مثال‌های مشخصی زده باشم و بتونم نظریات خودم رو به طور تصویری ارائه بدم، اجازه بدین به دو مثال اشاره بکنم. یکی انتخابات مصر زمان آقای ژنرال السیسی و دیگه انتخابات کنونی ایران. یک بار دیگه به اون اشاره میکنم. ببینین در زمان السیسی، یعنی زمانی که ژنرال های مصر کودتا کردن و حکومت محمد مرسی یعنی اخوان المسلمین را ساقط کردن، یعنی با کودتا تمام دستاوردهای جنبش مردمی مصر را اینا نابود کردن. این طرفداری از محمد مرسی نیست، در واقع اونم یک خرابکاری بود که میخواست جامعه را اسلامی بکنه و حکومت اسلامی به وجود بیاره. ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم، بعد از سقوط محمد مرسی، آقای السیسی ژنرال ارتش مصر با کودتایی که در ماه ژوئیه 2013 کرد، تمام دستاوردهای در واقع انقلاب مردمی برای حسنی مبارک رو از بین برد. اون بیش از 15,000 نفر، دقت بکنید بینندگان، سندیت داره این صحبتی که من میکنم، 15,000 نفر از جوانانی که باعث شورش مردمی، شورش میلیونی مردمی بر علیه دیکتاتوری مبارک شده بودند و به میدان تحریر آمده بودند، جوانانی که این شورش رو رهبری میکردن، جنبش میلیون رهبری میکردن، همه اونها رو در واقع به زندان انداخت، به شکنجهگاه ها فرستاد، عده زیادی رو محکوم به زندان های طویل مدت کرد و هم اکنون 15,000 نفر از اونها در زندان ها قرار دارن. یعنی در واقع جوانان مصر که اکثریت جوانان مردم مصر جوانان مصر هستن، از این جوانانی که به زندان افتاده بودن تبعیت میکردن و در انتخاباتی که آقای مرسی میخواست انجام بده برای مجلس مصر، اینها دستور تحریم انتخابات دادن. یعنی در حدود 1/3 جوانان مصر که طرفدار جوانان 6 آوریل بودن، جوانانی که در زندان بودن، در واقع انتخابات السیسی را تحریم کردن. در کنار اونها نیروهای رادیکال اسلامی و اخوان المسلمین که در زمان مصری، در انتخابات محمد مصری 50% آرا را برده بودن، بعد از کودتا اونها هم انتخابات را تحریم کردن. و در کنار اونها احزاب لیبرال و احزاب سکولار که تمام دستاوردهای انقلاب مصر توسط حکومت کودتای نظامی نابود شده بود، اینها در واقع تحریم ها را یا انتخابات السیسی را تحریم کردند. یعنی یک بار دیگه اشاره بکنم، پایگاه اجتماعی وجود داشت، اجماع وجود داشت، توافق برای تحریم در داخل مصر وجود داشت و تحریم کنندگان میدونستند که در حدود 2/3 از مردم مصر تحریم خواهند کرد. به خاطر همینم در انتخاباتی که آقای السیسی انجام داد، با تمام تبلیغات عظیمی که انجام داشت، فقط 28% از مردم مصر به پای صندوق‌های رأی رفتن و 72% در واقع تحریم کردن انتخابات و هیچ گونه مشروعیتی به نظام یا دیکتاتوری نظام آقای السیسی ندادن. و این درست بود بینندگان، در این شرایط درست بود و انتخابات باید تحریم میشد. مقایسه بکنیم در واقع ایران امروز و انتخابات چند روز پیش ایران رو با انتخابات مصر. گرچه در سال 1388 دشخیمان ایران نظام جمهوری اسلامی در واقع کودتا کرد و عده زیادی از جوانان ایران رو در تظاهرات میلیونی ایران قتل عام کرد و به قتل رسوند، ولی این رژیم نتونست جوانان و جنبش سیاسی جوانان رو خونسا بکنه و رژیم نتونست اون روزنه امید و اون فضای بازی که به وجود آمده بود، فضای بسیار کوچک بازی که به وجود آورده بود، بعد از کودتای 1388
از بین ببره. و اگه به یادتون باشه بعد از اون دختران جوان و پسران جوان بویژه بعد از توافق اتمی با آرایش کامل به رژیم در واقع دهن کشی میکردن و در خیابان ها حاضر میشدن و پایکوبی میکردن. یعنی توافق اتمی خواست مردم بود، این پیروزی رژیم و پیروزی آقای روحانی نبود، اون خواست مردم ایران بود و به خاطر همین در واقع این توافق اتمی انجام شد و مردم موفق شدن پیروز بشن و در واقع پایکوبی بکنن و این باز شدن فضا را حفظ بکنن. یعنی رژیم نتونست مانند السیسی در مصر این فضای کم باز و دریچه بازی که باز شده بود اینو از بین ببره و مردم برای حفظ این فضا آماده بودند که در انتخابات با وجود کودتایی که قبل از انتخابات شد به پای صندوقا برن و این فضا رو حفظ بکنن و رژیم نتونست در واقع این فضا رو ببنده. این فرق اساسی بین شرایط جمهوری اسلامی، شرایط عینی در جمهوری اسلامی و شرایط مصر اون زمان السیسی بود که تمام آزادی ها رو از بین برد، احزاب رو نابود کرد و هزارها جوان مبارز سیاسی رو که در رأس مبارزه مردمی قرار داشتن اونا رو به زندان بفرسته. رژیم ایران هیچ زمانی قادر نشد هزارها نفر از جوانان ایران، یعنی موقعی که 3 میلیون از مردم ایران، جوانان ایران بعد از کودتای 1388 به خیابان آمدن، موفق نشد که هزارها نفر از اونا را به زندان ها ببره و اونا به مبارزه خودشون برای حفظ این روزنه ادامه دادن. بینندگان عزیز، پس بنابراین تحریم کنندگان انتخابات شرایط عینی جامعه ایران رو در نظر نگرفته بودن با این دو مثالی که من در رابطه با مصر و ایران انجام دادم و کسانی که تحریم کردن نتونستن تحریم ها رو به یک عمل عظیم سیاسی تبدیل بکنن. به خاطر همینم بود که در حدود تقریبا 2/3 مردم به پای صندوق ها میرن و متاسفانه باید بگیم که این تحریم ها با شکست روبرو شد. ببینیم بینندگان در ایران چه گذشته. یک بار دیگه من به این مطلب اشاره میکنم، کسانی که طرفدار مشارکت اعتراضی مردم در انتخابات بودن اونا میدونستن که رژیم جمهوری اسلامی طرفدار حقوق بشر نیست، اونا میدونستن که رژیم جمهوری اسلامی حقوق بشر رو سرکوب میکنه، اونا میدونستن که در واقع آزادی و دموکراسی که ما اونو میشناسیم در جمهوری اسلامی وجود نداره. ولی کسانی که معتقد بودن باید به پای صندوقهای رأی رفت میدونستن که با دادن رأی در ایران به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت نخواهند داد. تأکید، به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت نخواهند داد. و امروز این واقعیته که با زدن ولایت فقیه و رفتن 63% مردم ایران به پای صندوق رأی در واقع به نظام جمهوری اسلامی نگفتند و هیچ گونه مشروعیتی به این نظام ندادن. بینندگان عزیز، اینا امروز در واقع باید با تمام قوا ازش دفاع کرد. هیچ کس امروز نمیتونه منکر این واقعیت باشه که در تضاد عظیمی که در هیئت حاکمه وجود داره، در تضادی که بین جناهای مختلف حاکمیت در این کشور وجود داره، باید در مسیر تشدید این تضاد مردم مبارزه بکنن و در مسیر گسترش شکاف و باز شدن فضای بیشتر سیاسی در ایران مبارزه بشه. باید منتظر در واقع تحولات بعدی به نظر من بود. کسانی که امروز تحریم کنندگانی که امروز حتی مطرح میکنن که مردم فریب خوردن و به پای صندوقا رفتن، کسانی که همروز هنوز مردم رو تحقیر میکنن، بینندگان به مثالهای تاریخی کشورهای دیگر هم توجه ندارن. اجازه بدین دو مثال تاریخی از کشورهای دیگه براتون بزنم. بینندگان فراموش نکنیم که در شیلی لیبرال ها و مردم آزادی خواه به خاطر اینکه دستیابی به دموکراسی و آزادی پیدا بکنن، ژنرال پینوشه
این جنرال کودتاگر که باعث کشتن ده ها هزار نفر نیروهای انقلابی در شیلی شده بود و کشتار عظیمی از جوانان و مبارزین سیاسی در شیلی کرد، در واقع خود مردم در اواخر حکومت پینوشت، زمانی که هنوز ارتش در اختیار پینوشت بود و اون میتونست ارتش رو به جون مردم بندازه، به خاطر اینکه به دموکراسی و آزادی دست پیدا بکنن، به اون مسئولیت حقوقی دادن. مردمی که دنبال آزادی و دموکراسی بودن با پینوشه حتی مذاکره کردن، با این جنایتکار بزرگ تاریخ بشری مذاکره کردن و اونو مادام العمر در واقع به عنوان سناتور پذیرفتن که مورد تعقیب قضایی قرار نگیره. این تصمیمی بود که مردم شیلی برای آزادی و دموکراسی کردن و سیستم پینوشت رو برای ابد به زبالدان تاریخ سپردن. باید از این مبارزه مردم شیلی و بینندگان ما در ایران بیاموزیم. مثال دیگر رو براتون میگم که خودم به عنوان روزنامه‌نگار به طور مرتب در جریانش بودم و تصمیم رهبر افسانه‌ای آفریقای جنوبی است، ماندلاست، برای رسیدن به مردم سالاری و انتخابات آزاد در آفریقای جنوبی. ماندلا با رهبران آپارتاید مذاکره کرد و در واقع با مذاکره با رهبران آپارتاید امکان انتخابات را در آفریقای جنوبی به وجود آورد و این انتخابات پیروز شد و رژیم آپارتاید که به مراتب سفاکتر از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی است، در واقع این رژیم آپارتاید را به زبالدان تاریخ فرستاد. من بیش از 5 بار بینندگان عزیز در آفریقای جنوبی با این شخصیت بزرگ تاریخی و این افسانه مصاحبه کردم و نشست داشتم. در اولین نشست خودم با ماندلا در سال 1990، زمانی که او تازه از زندان آزاد شده بود، از اتاق فرمان میخوام اگه تصویری از من و ماندلا دارن اینو نشون بدن. در اولین مصاحبه خودم برای روزنامه دیولت آلمان، روزنامه معتبر آلمان و تلویزیون آلمان در سال 1990، یعنی در چند روز بعدی که ماندلا از زندان آزاد شده بود، من در یوهانسبورگ در گتوی زوویتو، یعنی اون تانشیپ کنار شهر حاشیه شهر یوهانسبورگ، در خانه شخصی ماندلا باش مصاحبه کردم. من 5 بار با این شخصیت بزرگ جهانی مصاحبه کردم. از ماندلا چنین پرسیدم که 27 سال شما شکنجه شدید و در زندان قرار داشتید. آپارتاید دسته دسته و هزارها سیاهان رو به قتل رسوند و قتل عام کرد. من ازش پرسیدم شما دست به مبارزه مسلحانه زده بودید و به خاطر همان دستگیر شدید و به اعدام اول محکوم شدید و بعداً به حبس ابد محکوم شدید. چطور شد که به این نتیجه رسیدید که باید از طریق انتخابات و مذاکره در آفریقای جنوبی به دموکراسی برسید؟ این صحبتی بود که از ماندلا من انجام دادم کردم. ماندلا به من چنین جواب داد که تنها راه ما مذاکره و انتخابات بود. او می گفت ما در زندان، یعنی رهبران کنگره ملی آفریقا در زندان، اطلاع دقیق داشتند که در هیئت حاکمیت آپارتاید نیروهایی هستند که واقع‌بین ترن و این نیروها خواهان مذاکره با کنگره ملی آفریقا هستند و اونا میدونن که در انزوای کامل جهانی قرار دارن و نمیتونن به آپارتاید و این سیستم در واقع خون ریز ادامه بدن و اونا خواهان مذاکره به ما هستند. و میگفت ما میدونستیم در زندان که رئیس گروه واقع‌بین در داخل آپارتاید، رئیس جمهور آن زمان دکلرک، میخواد با من مذاکره بکنه و کنگره ملی آفریقا تصمیم میگیره که من این مذاکره را با رئیس جمهور انجام بدم و ما در مذاکرات به توافق رسیدیم که انتخابات را انجام بدیم. بینندگان توجه بکنید، در اون مصاحبه‌ای که من در خونه شخصی ماندلا باش میکردم، زن ماندلا وینی در کنارش قرار داشت. وینی در طول مبارزات زمانی که ماندلا در زندان بود
در رأس تظاهرات مردمی قرار داشت. وینی مخالف انتخابات آزاد بود. وینی خواهان این بود که مبارزه مسلحانه و خشونت بر علیه آپارتاید انجام بشه و آپارتاید ساقط بشه. وینی حضور داشت موقعی که من با ماندلا مصاحبه میکردم. ماندلا گفت من وینی را قانع کردم که پیشنهاد او و راه او و شیوه مبارزه او غلطه. با شیوه جنگ مسلحانه و خشونت هزارها و دهها هزار سیاه‌پوست به قتل خواهند رسید. جنگ داخلی در خواهد گرفت و حمام‌های خون به راه خواهد افتاد. این جوابی بود که ماندلا در اون مصاحبه به من داد بینندگان. و این شخصیت تاریخی در واقع شیوه مبارزه فعال و صلح‌آمیز را انتخاب میکنه و موفق میشه از طریق انتخابات رژیم آپارتاید را، همونطوری گفتم، به مراتب خطرناکتر از جمهوری اسلامی، اینو برای همیشه به زوالدان تاریخ بفرسته. بنابراین مبارزین سیاسی در ایران باید اینو بدونن بینندگان، چه در خارج از ایران و در خارج از ایران، که نقش اصلی مبارزه رو مردم ایران و مبارزین و مخالفین داخل ایران بازی میکنن و شیوه اصلی رو اونها در راه رسیدن به دموکراسی انجام میدن و تعیین میکنن، نه کسانی که در خارج از کشور نشستن و انتخابات رو تحریم میکنن. و متاسفانه باید بگیم کسانی که تحریم کردن امروز ثابت شده که اشتباه بزرگی انجام دادن. مردم برای زدن حکومت مستبد و خودکامه ولایت فقیه و سپاه پاسداران و غارتگران، هنوز باید اینو اشاره بکنیم، هنوز از کروبی و موسوی حمایت میکنن بینندگان. این خواست من نیست که مردم چنین حمایتی رو میکنن، ولی واقعیت اینه که مردم برای اینکه این تضاد شدیدتر بشه در جمهوری اسلامی، فضا بازتر بشه، هنوز از کروبی و موسوی، یعنی رهبران جنبش سبز، هنوز حمایت میکنن. و در واقع این رهبران جنبش سبز که مردم هنوز از اونا حمایت میکنن، خواهان این بودن که با پای صندوقهای رأی برن و انتخابات رو انجام بدن. چگونه ما میتونیم به این خواست مردم در واقع اعتنایی نداشته باشیم؟ مردمی که هنوز از موسوی و کروبی دفاع میکنن و اونا خواهان رأی دادنن و این خواست مردمه، چگونه میتونیم از این خواست مردم و تضاد با خواست مردم ما در واقع انتخابات رو تحریم بکنیم؟ یک بار دیگه بینندگان، من تأکید میکنم من به هیچ ترتیب از مواضع اصلاح طلبان حمایت نمیکنم، ولی من معتقدم که لرزش اساسی در ستونهای نظام به وجود آمده، ریزش در ستونهای اصلی نظام به وجود آمده و با این ریزش در واقع تار و پود نظام در هم خواهد شکست. و من یک بار دیگه تأکید میکنم ما اجازه نداریم در مخالفت با خواسته های مردم در واقع در خارج از کشور تصمیمی برای اونها بگیریم و انتخابات رو تحریم بکنیم. و مردم با رفتن به پای صندوق‌های انتخاباتی ثابت کردن که درست تصمیم گرفتن. بینندگان عزیز، در یک نشست چند هفته پیش قبل از تحریم‌ها، قبل از انتخابات در ایران، من در یک جلسه با بعضی از تئوریسین‌های سیاسی ایران و مبارزین سیاسی که معتقد بودند که باید انتخابات تحریم کرد، من بحثی داشتم. من معتقد بودم با اینکه من هیچ گونه پیشنهادی در رابطه با دادن رأی و ندادن رأی انجام ندادم، در گفته‌های گذشته خودم هم در تلویزیون هیچ پیشنهادی نکردم، ولی معتقد بودم در جلسه خصوصی که مردم با اکثریت آرا جنای روحانی، به اصطلاح جنای رفسنجانی، روحانی و خاتمی، به اصطلاح اصلاح طلبان رو انتخابند کند، یعنی مردم بد و بر بدتر ترجیح خواهند داد. این مسیر مبارزه مردم در راه دموکراسی در ایرانه. سوال من از تحریم کنندگان در این جلسه اون بود که در واقع مقایسه بکنیم انتخابات آمریکا رو با انتخابات ایران. من این مقایسه رو انجام دادن. گرچه نمیشه در واقع آقای ترامپ و خانم هیلری کلینتون رو با آقای خامنه‌ای و آقای
روحانی مقایسه کرد، ولی در رابطه با شیوه انتخاباتی میشه مقایسه ای انجام داد. من در اون جلسه خصوصی چنین مطرح کردم در رابطه با انتخابات آمریکا که امروز ترامپ در حال پیروزی است. بینندگان عزیز، ترامپ سمبل خشونت، ترامپ طرفدار شکنجه است و اونو چندین بار اعلام کرده که طرفدار شکنجه است. ترامپ طرفدار نقض حقوق بشره و اینو چندین بار اعلام کرده. ترامپ مخالفت میکنه با 11 میلیون مهاجر مکزیکی در داخل آمریکا و اونها رو مجرم مینامه. ترامپ مخالفت میکنه با 1.6 میلیارد مسلمان در سراسر جهان. ترامپ مخالف اقلیت‌های قومی و مذهبی در داخل آمریکا است، یعنی در تضاد با قانون اساسی آمریکا مخالف اقلیت‌های مذهبی است. کسانی که قانون اساسی آمریکا رو بشناسن میدونن اکثریت کسانی که از اروپا، از آلمان، از انگلستان و کشورهای دیگه مهاجرت کردن به آمریکا، اینها به خاطر فشارهای کلیسا و نبودن آزادی مذهب به آمریکا آمدن و یک بند مهم قانون اساسی آمریکا آزادی مذهب که امروز ترامپ با اون مخالفت میکنه. ترامپ خطری برای صلح جهانی شده. بینندگان، من قبل از اینکه به این سخنانم ادامه بدم دقت بکنین که باید به این مطلب اشاره بکنم. من فیلم می‌داشتم که می‌خواستم این فیلم رو نشون بدم، ولی می‌بینم وقتم بسیار کمه، صرف نظر می‌کنم از این گزارشی که می‌خواستم به شما نشون بدم، ادامه می‌دم به صحبتم. در مقابل ترامپ امروز هیلری کلینتون قرار گرفته، یعنی به نظر می‌رسه که در مبارزات انتخابات جمهوری، ریاست جمهوری در ماه نوامبر، کلینتون در مقابل ترامپ قرار بگیره. و امروز وظیفه کلینتون اینه که در واقع آمریکا و جهان رو از شر ترامپ نجات بده. و به احتمال قوی من امروز میتونم پیشگویی بکنم که اکثریت مردم آمریکا و حتی جمهوری خواهان و نئوکان ها، یعنی رهبران جمهوری خواهان، با خطری که ترامپ به وجود آورده، شما در فیلمی که قبلا نشون داد اینجا نشون داده شد احساس کردین، در واقع با خطری که ترامپ به وجود آورده، به احتمال قوی به هیلری کلینتون رأی خواهند داد. با اینکه اونها معتقدند که هیلری کلینتون در واقع نمیتونه آرزوهای اونها رو و اهداف اونها رو برآورده بکنه و در تمام مبارزات انتخاباتی و همه پرسی ها نشون داده شده که هیلری کلینتون تا به حال اکثریت رو برای انتخاب نداره، ولی در مبارزه که بر علیه ترامپ انجام میشه شانس هیلری کلینتون بسیار بسیار بزرگه. و من از تحریم کنندگان چنین سوالی کردم که امروز مردم آمریکا و حتی جمهوری خواهان از ترس و وحشت ترامپ در واقع هیلری کلینتون رو انتخاب خواهند کرد. نظر شما چیست در انتخابات که شما اجازه رأی دارین در آمریکا؟ چه کار خواهید کرد؟ آیا ترامپ رو انتخاب خواهید کرد یا هیلری کلینتون رو در این انتخابات که بتونه جلوی خطر ترامپ بگیره؟ در این جلسه خصوصی تحریم کنندگان انتخابات ایران به من گفتن نه، ما انتخابات آمریکا رو هم تحریم میکنیم و هیلری کلینتون رو انتخاب نخواهیم کرد. بینندگان، جواب من به اونها این بود که شما اگه هیلری کلینتون رو انتخاب نکنین، یعنی خطر رو انتخاب کردین. ترامپ انتخاب خواهد شد. ترامپ طرفداران خودشو داره که اینها باثباتن، باثباتن و خواهند موند و تا آخرین لحظه از ترامپ حمایت خواهند کرد. شما موقعی که به پای صندوقای رأی نرین در آمریکا و هیلری کلینتون رو که به نظر من به بدی روحانی نیست، به بدی روحانی و اصلاح طلبان در ایران نیست، ولی شانس انتخاب شدن نبود، و اگه هیلری کلینتون رو انتخاب نکنین، در واقع ترامپ رو انتخاب کردید، کسی که ناقض حقوق بشر خواهد بود، کسی که طرفدار شکنجه خواهد بود، کسی که جهان رو به خطر خواهد انداخت، انتخاب خواهید کرد. پس بنابراین باید به این مطلب اشاره بکنیم تا اندازه شرایط عینی جمهوری اسلامی یا کشور ایران هم در انتخابات شبیه آمریکا بود. اگه مردم انتخابات ایران رو تحریم می‌کردن، پیروزی حکومت کودتا، بیت رهبری و سپاه پاسداران 100% بود و اینو بهت رهبری میخواست.
دقت نکنید یا توجه نکنید به اظهارات رهبر که ادعا میکرد مردم باید برن به پای صندوقا. اون ادعا میکرد مردم باید به پای صندوقا برن. اون بعد از انتخابات هم در واقع چنین ادعایی کرد که به نظر من این عوام فریبی پیش نبود و به مردم تبریک گفت که به پای صندوقا رفتن. ولی اون میدونست در این انتخابات ضربه اصلی به اساس حکومت و نظام خورده و نظام در حال فروپاشی است و مردم میدونستن که اگه به پای صندوقای رأی نرن در واقع این فضای نیمه بازی را که به وجود آوردن این فضا در واقع از بین خواهد رفت و حکومت نظامی در ایران به وجود خواهد آمد و امکان اینکه سپاه پاسداران در واقع یک حکومت نظامی یک دست را ایجاد میکردن بسیار قوی بود. ولی با باز شدن این فضای سیاسی در ایران که باید منتظر این بمونیم که با آمدن سرمایه خارجی به ایران و در واقع شکوفایی اقتصادی که من همیشه از شکوفایی اقتصادی در ایران صحبت میکنم که من معتقدم با آمدن سرمایه خارجی امکان شکوفایی اقتصادی در ایران وجود داره، چه تحول دیگری میتونه در ایران به وجود بیاد؟ و مردمی که به پای انتخابات رفتن از این در واقع شرایط عینی و بازموندن فضای سیاسی چه استفاده‌ای برای زدن سیستم و اصل نظام بازی خواهند کرد؟ بینندگان، به نظر من اتفاقی که در ایران افتاده یک اتفاق ساده‌ای نبوده. من نمیخوام از انقلاب صحبت بکنم، انقلاب در ایران اتفاق نیفتاده، ولی میتونیم بگیم که در انتخابات تحولی انجام شده که باید از این تحول و از این دریچه و روزنه‌ای که باز شده حد اکثر استفاده را برای زدن نظام جمهوری اسلامی نیروهای مبارز سیاسی استفاده بکنن. اشتباه نکنیم، دیگران هم همین کار را کردن، شخصیت‌های بزرگ جهانی در سراسر جهان این کار را انجام دادن. در میانمار این خانومی که امروز موفق شده، خانوم سوکی که موفق شده، همین سیاست را به کار برد و در مذاکرات با ژنرال‌های کودتاگر موفق شد در واقع انتخابات را در میانمار انجام بده و پیروز انتخابات شد. فراموش نکنیم که در کشورهای دیگه نیروهای مبارز سیاسی از شیوه های مختلف استفاده کردن و ما نمیتونیم در واقع یک شیوه را عام بکنیم به شیوه های دیگر مهم سیاسی توجهی نکنیم. و امروز یک بار دیگه اشاره میکنم در ایران باید از شیوه های مختلف استفاده بکنیم برای زدن و ریزش نظام جمهوری اسلامی و این وظیفه مردمه که در واقع اول اصل این نظام، ستون اصلی این نظام رو مورد حمله قرار بدن، برای که در مرکزیت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه قرار داره و موقعی که توازن از بین بره و توازن به طرف نیروهای دیگه در واقع منحرف بشه، این یک قدم بسیار بزرگی برای نابودی جمهوری اسلامی است. بینندگان، وقت برنامه من به همینجا به پایان رسیده. تا برنامه آینده، بدرود.